درود بر شما. سیوم تیر ماه 1402 خورشیدی و 21 ژوئیه 2023 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به نخستین محرم بعد از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی. پرده آخرم آخر برنامه. امسال اولین محرم بعد از جنبش انقلابی مهساست. هیچی دیگه مثل سابق نخواهد بود. در واقع ایران امروز تقسیم می شود بین جنبش انقلابی 1401، جنبش انقلابی مهسا، انقلاب زن، زندگی، آزادی، قبل و بعدش. هیچی مثل قبل نخواهد شد، از جمله محرم و مراسم تاسوعا و عاشورا و پیوستهاش. البته محرم برای شیعه همیشه مهم بوده و هست. تو کشورهایی که به اصطلاح سکولار اداره میشن، یعنی دستگاه دین از حکومت جداست، حتی اگر اکثریت یا نیمی از جمعیتشون شیعه باشه، مثل جمهوری آذربایجان مثلا، حکومت در چگونگی مراسم و عزاداری محرم دخالتی نداره. نه خرجشو میده، نه براش تبلیغات میکنه، نه ازش سوء استفاده میکنه. هر کی اعتقاد داره میره تو مسجد، تو تکیه عزاداریشو میکنه، نمیدونم عزاداری را میندازه، خرجشو میده، نذرشو میده، چه میدونم دست سینه زنی بین دوتا مسجد را میندازه. قرنها در ایران هم همین داستان بود. اما وقتی حکومت مذهبی است و شیعه در دین و مذهب مردم و در اعتقادات و حتی نیایش های مردم اولین چیزی است که دخالت میکنه. خمینی به صراحت میگفت که آنچه اسلام زنده نگه داشته به قول خودش گریه، نوحه و عزاداری برای امام حسینه. بعد میگه این گریه زاری اساسا برای اجر بردن در آخرت و روز محشر و روز جزا و اینا نیست، اساسا برای حفظ روحانیت شیعه است. که ماجرای مرسه فیضی قوم اشاره میکنه در 15 خرداد 42 که همین روحانیت شیعه در واقع درست کرد و زمینه ای شد برای انقلاب 57، یکی از زمینه های انقلاب 57 و تشکیل همین حکومت اسلامی. ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام استاده و این دستجات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میارد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکند. در این امر سستی نباید کرد. مجلس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم این جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر باشد. شما گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات سینه‌زنی و نوحه‌سرایی نبود، 15 خرداد پیش می‌آمد. هیچ قدرتی نمی‌توانست 15 خرداد را اونطور کند مگر قدرت خون سید شهدا. هدف از عاشورا و محرم به طور کلی بهره بردن از آن چیزی است که خمینی میگه قدرت خون سید شهدا. یعنی چی؟ یعنی سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم برای هدف سیاسی، برای حکومت کردن. یعنی اولا دسته های لاتولوت فاشیستی رو قبل از هر جا از تو همین هیئت ها جمع میکنن و سازمان میدن. ثانیاً به طور کلی برای اینکه سیاسی بشود، یعنی مردم رو بسیج بکنه پشت سر آخوند حاکم،
مردم که امروز دیگه پشت قاطر امامزاده داوود راه نمیافتن، مخصوصا جوونا. برای اینکه اینا رو بسیج بکنیم چند تا کار میکنیم. یکی این که خرج میکنیم تا میتونیم ریخت و پاش میکنیم در چند حوزه. در داخل بودجه تبلیغات رو چند برابر میکنیم، امامزاده میسازیم، بودجه میدیم به هیئت‌ها و خودمون هیئت درست میکنیم. در خارج قبر اماما رو رونق میدیم، امتیازهایی میدیم به کسایی که در رکاب ما میرن زیارت امام حسین و بقیه. حجت الاسلام بابا خانی رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، فعالیت 93 هزار تشکل دینی و مذهبی در کشور را یادآور شد و گفت با احتساب هیئت‌های خانگی این آمار بیشتر هم می‌شود، میشه بالای 100 هزار تا 200 هزار تا. ما نیز امسال با هدف حمایت از این تشکل‌ها و هیئت‌ها تصمیم گرفتیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از نیازمندی هیئت‌ها را در تهیه و توزیع احسانات فراهم کنیم که قرار شده به قیمت تنظیم بازار به ازای هر هیئت، نه به طور کلی، به ازای هر هیئت 300 کیلو برنج، 150 کیلو شکر، 60 کیلو گوشت و سایر نیازمندی ها تأمین شود و در استان ها نیز به ازای هر هیئت 5 تا 6 میلیون تومان کمک ها و مساعدت های از طریق تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه انجام شود. خب گفت رسما 93 هزار تشکل دینی و مذهبی در کشور. اگر ما بگیریم 90 هزار تا هیئت، می شود طبق گفته این آقای رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی کشور 27 هزار تن برنج، 5400 تن گوشت. 5400 تن یعنی چی؟ یعنی 5 میلیون کیلو، 5 میلیون و 400 هزار کیلو گوشت. یا خالیبندی سازمان تبلیغات اسلامی است برای بودجه گرفتن، بازم تراشیدن از بودجه دولت، یعنی از سفره مردم، از بیت معظم گرفتن و اینا برای پولشویی و نشون دادن هزینه بالا و خرج کمتر از هزینه، یا واقعا دارن همه موجودیتشون رو میذارن در سبد التماس به مردم تنگ دست که بهتون غذای خوب میدیم، کاری به همون نداشته باشین، ما آخوندا خوبیم. این فقط برای محرم ها که بیان تو خیلی انتظار نداشته باشین که بعد از محرم و سفرم ما حتی درصدی از این خرج رو برای مراسم دیگه، مثلا مراسم ایرانی مثل نوروز و اینا بکنیم ها. وضع معیشت مردم و اقتصاد مملکت خرابتر از اینه که ما برای ملت خرج بکنیم. خرج فقط مخصوص امته، فقط مال محرم و سفره که اسلام زنده بماند و ما زنده بمانیم، وگرنه تو این گرانی و بدبختی اصلا حرام خرج کردن. به چه ملاکی بعضی ها دشهای نوروزی همراه با غفلت از خدا از بیت المال مردم خرج میکنن؟ جشنهایی که فریاد همه مراجع بلنده. یکی از مراجع میگه پس چرا علما فریاد نمیزنن نکنید این کارها رو؟ بر خرج بیت المال برای جشنهایی که توش لهو هست، توش لعب هست، توش بدحجابی هست، شرعاً حرام بیانه، به خصوص در وضعیتی که گرونی ها رو میبینیم چه خبره، میبینیم وضعیت مردم ما چه مشکلات اقتصادی دارن. این تلاش همیشه آخونده، همه آخونده برای کشوندن مردم از مراسم ملی به مراسم مذهبی هیچ وقت کمرنگ نشده در تاریخ ایران تو همین 44 سال گذشته که به شدت در واقع یه جنگ تاریخی است که با مردم دارن سر هویت ملی ایرانیان. حالا
برگردیم به موضوع. امسال با توجه به فقر معیشتی و وضع وحشتناک مالی مردم، از قبل از محرم شروع کردن به این برنامه و نقشه‌ای که حضرت امام خمینی فرمودند که ائمه اطهار این برنامه رو برای ما ریختن. هر سال کیک قدیر درست میکردن، میدونین لااقل در 7-8 سال گذشته بود، سر و صدایی هم نمیشد. امسال سازمان تبلیغات اسلامیشون کیک های کیلومتری رو رایج کرد. کیک قدیر تبدیل شد به خبر اول بعضی از رسانه هاشون. نه لزومن، چون مثلا در شیراز کیک 1600 کیلویی 110 طبقه ساختن تا بگن بزرگترین کیک جهان برای زائران شاه چراغ، حرم شاه چراغ تهیه شد. یا مثلا نه به خاطر اینکه کیک 500 کیلویی درست کردن در زنجان و کلی هم تبلیغات کردن، ولی نتیجهش اینه که دارین میبینین، بلکه به این دلیل ساده که امسال فقر مردم برای مدت‌ها کیک و شیرینی نخوردنشون و مغتنم شمردن این فرصت برای بردن کیک به خونه برای بچه‌ها کلی دعوا و درگیری سر همین کیک مجانی درست کرد. بزرگترین کیک امسال، کیک قدیر امسال، 7-8 روز پیش بود، نصیب عراقی ها شد در حرم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نجف. وزنش 20 تن بود. توفیق اینو پیدا کردیم که توسط 15 نفر از قنادای ساوه بزرگترین کیک جهان رو به متراژ 1433 متر که سن قدیر هست و به وزن 20 تن آماده کنیم. در حرم امیرالمومنین صحن حضرت فاطمه و مزین با القاب امیرالمومنین یا حیدر کرار یا علی و بقیه صفات امیرالمومنین می باشد. این ابتکار عمل هنرمندان و شیرینی پزان ایرانی را عراقی ها کاملا ستودند. داشتم قیمت کیک های مناسبتی رو می گشتم که چنده. قیمت کیک تولد 1 کیلویی 250,000 تومان، ارزونش کرده البته. 20,000 کیلو رو ضرب بر 250,000 تومان بکنین میشه 5 میلیارد تومان. حالا من نمیدونم چقدر خرج این کیک شد، اما میدونم که طبق گزارش رسانه های ایران 3 تا 7 میلیون کودک کار در ایران هست و طبق آمار دولتی 70,000 کودک کار فقط در تهرانه که هیچ وقت هیچ کیک نخوردن، غذای درست حسابی نخوردن، چه برسه به کیک. شما از له شدن غرور و کرامت انسان تو نظری خوری ها زیاد دیدین. بذارین این بخشش هم بگم. یکیشو تحت لوای تنها حکومت شیعه جهان باز با هم ببینیم. عزیزایی به هر موقعی که بهتون گفتن تشریف بیارید کرام سفره بشینید، هر موقع گفتن تشریف بیارید کنار سفره بشینید ولی دست نزنید، بذارید من دعای سفره رو بخونم ور ندارم. یا عمل فر برای در رعایت کنید، گفتن بشینید نگفتن بردارید. عمل فر دعای سفره رو نخوندن فایده ای نداره. خانم آقایون دعای سفره رو نخوندن، اگر هم برمیدانیم باشیم تا دعاش خونده شه. شما دعا رو بخونید. خدا زهرتون بده. لاغر ما سری دعاش رو بخونید. خانم آقایون فقط صبر کنید. اقلا دعاش خونده بشه. شما توجه نکردید. خدای هر دستی که بالا اومده
این دو تا دست رو حالا بیا بالا، یه دو تا دعا کنیم این چیزی که برداشتی تراویج بشه، تو دعاش انجام نشه سفره هیچ اهمیتی نداره. اینجور بود دیگه. اللهم عجل لوليك الفرج، آمين. اللهم عجل لوليك الفرج، آمين. اللهم عجل لوليك الفرج، آمين. خدای هر دستی که بالا آمده به کربلا برسان، همه گذاشتگان سر و با کرامت مادر زهرا هم بشین بگردان. کی گوش میده؟ دست همه بنده. اونایی هم که دستشون خالیه بالا نمیارن دعا کنن، اعتراض میکنن که چرا بهشون نرسید از سفره افطاری یا نذری ابا عبدالله یا ابا الفضل یا هرچی. اینه بس. کیا این سفره های هیئتی و نذری رو میندازن؟ قبلا ببخشید، قبلا اساسا بازاریا و میدونیا بودن دیگه، اساسا. الان که هم اعتقادا به این اسلام حکومتی بین بازاریا هم ریخته، هم قیمتا انقدر بالا رفته که همین سال گذشته برای اولین بار گوشتی که باش قیمه امام حسین پخته میشد فروش نرفت. یادم پارسال هم تو برنامه گفتم، امسال که دیگه یک کیلو گوشت شده بالای 500,000 تومان، مرغ هم که رسید به کیلوی 130,000 تومان. ولی این خرج دادن ها، حتی اگر کسی هم دیگه نده، حکومت میده. نه فقط نیاز به بسیج مردم در مساجد و تکایا داره، نیاز به از بین بردن کرامت انسان داره تا بتونه بر مردمی که هویت و کرامتشون رو در گرو دین مسلط گذاشتن مسلط کنه خودشو. نذری خوری تو محرم تو همین چند سال پیش تفریح بود برای خیلی ها، خیلی از جوان ها، خانواده ها، دور همی بود یه جوری. الان شده یک نیاز، هم مردم گرسنن و اینجا میتونن گوشت و پلو خورشت بخورن، هم به قول خود حکومتی ها میتونن یه وعده غذای چرب بخورن، هم حکومت مردم رو عادت داده به این نذری خواری، به توهین شدگی مزمن، به وهن. آدمی که هرگز شأنش قبول نمیکرد بره هیئت غذای نذری بگیره، الان عادی شده براش. اگه گیرش بیاد، اگه باشه. این عادت کردن به غذای نذری یعنی عادت کردن به تحقیر شدن و توهین شدن، و این چیزیست که حکومت میخواد، توهین به کرامت انسان تا عرض کردم بتونه مسلط بشه، وگرنه انسانی که از هویتش و کرامتش و انسانیتش دفاع میکنه وامیسته جلوی حق بازی ها، حق باز ها و حق بازی ها. هیئت ها چقدر از حکومت بودجه میگیرن تا این سیاست ها رو اجرا کنن؟ یه فکر نکنین، عرض کردم که اینا کار به اصطلاح خیر ها، سال هاست که این هیئت ها با بودجه دولت سر پان، بودجه ای که باید خرج آموزش و پرورش و تعادل اقتصادی و نیازهای کشور و مردم بشه. ببینین، اختصاص بودجه فقط برای نذری امسال چقدر؟ میزان برنج و شکری که فقط از یک اداره دولتی داده میشه، من مجموعش رو نمیگم، فقط از یک اداره دولتی پارسال دادن به هیئت ها 80,000 تن بود. حالا امسالش هم بذاریم، من پارسال بگم. در نخستین روزهای مرداد ماه 1401 مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که 80,000 تن برنج و شکر از محل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی این شرکت برای برپایی آیین‌های ایام محرم و سفر اختصاص می‌یابد. ذخایر راهبردی یعنی چی؟ یعنی ذخایری که برای شرایط پیشبینی نشده مثل قحطی نگه می‌دارن. از این ذخایر فقط یک شرکت دولتی 80,000 تن برنج و شکر پارسال داد به هیئت‌های محرم و سفر. روزه که بذاری
و هیئت را بندازی و خرج که بدی، باید مداح و روزخون هم بیاری دیگه، اینا هم خرج داره. 55,000 مداح اهل بیت در سطح کشور با مجوز سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت فرهنگی و مذهبی دارند. اینا از ساعت 3 میلیون تومن تا شبی 100 میلیون تومن میگیرن که چیکار کنن؟ بخونن کی پولشونو میده. 27 تیر 1402 امسال مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف فرمودند خیمه امام حسین انسان را پاک می کند، با پناه بردن به خاندان عصمت و طهارت انسان می تواند مطهر شود. معیار پذیرش ولایت الله است. اگر کسی ولایت الله را بپذیرد در خیمه امام حسین قرار دارد و اگر نپذیرد در این خیمه قرار نخواهد داشت. کسانی که مطیع ولایت هستند به سعادت نائل می شوند. وی ادامه داد بر همین اساس 150 میلیارد تومان برای کمک قرار دادیم که 60 میلیارد تومان برای هیئت، 90 میلیارد تومان برای موکب‌های 40 است و همچنین به 13,000 هیئت مساعدت صورت می‌گیرد و حدود 800 هیئت محرم امسال در بقاع متبرک فعالیت خواهند کرد. افزون بر اون 6 میلیارد 60 میلیارد تومان و 90 میلیارد تومان به 13,000 هیئت هم کمک می شود که نمیدونیم چقدره. خودشون میدونن. دخل و خرج دست آقاست و همون که میگه مطیع ولایت باشین تا به سعادت در دنیا و آخرت. به قول خودشون سعادت داره اینه. دار دنیا و دار آخرت. تو هر دوتاش بخورین، بدزدین. آخرتتونه که من نمیدونم، که دنیاشو که داریم میبینیم. چه پولایی برای حفظ خودشون میدن. از تو همین هیئت هاست که عرض کردم لاتولوتا و نیروهای سرکوب خیابونی را هم به کار میگیرن. یعنی با یه پول چند هدفو میزنن. یکی از کاراشون مرکزیت دادن به عزاداری مردم. اینو توجه کنین، این واقعا تو هیچ کشوری، من نمیدونم دیگه تو تاریخ، اونو باید بیان مورخان اسلامی بفرماین، ولی واقعا من تو دنیای امروز که مطلقا تو هیچ کشور مسلمان و غیر مسلمانی وجود نداره، مرکزیت دادن به عزاداری محرم، به عزاداری مردم، این یکی از برکات به قدرت رسیدن نهاد روحانیست، روحانیته. یعنی چی؟ حکومت میاد برای عزاداری محرم شعار تعیین میکنه، شعار واحد برای حمایت از رهبر حکومت. شورای هماهنگی شبکه‌های هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور شعاری واحد را به عنوان شعار مشترک جامعه محبان اهل بیت علیه السلام و هیئت‌های حسینی در ایام محرم 1402 اعلام کرد. این شعار عبارت است از در زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم. یکی از نتایج دینی بودن حکومته، دین و مذهب و شعائر و مراسم مذهبی مردم که قاعدتا باید جزء خصوصی ترین جنبه های زندگی مردم باشه، هر کسی باشه، چون معروفه دیگه، میگن بین بنده و خداست. این میشه جزء سیاست گذاری کشوری، اونم سیاست گذاری حکومتی از بالا دستوری. کیا باید اجراش کنن؟ روزخونا، یعنی امامان جمعه، یعنی نایبان امام عصر، یعنی نایبان خامنه‌ای دیگه، امام خامنه‌ای و مداحان که همه جوره به این بلبلای ولایت لااقل در 35 سال گذشته خوب رسیدن و میرسن دیگه. برنامه فراوان داشته این مکرر. ببینید دوره قالیباف، شهرداری قالیباف در تهران خانه مداحان درست کردن، بیش از 2700 مداح و فک و فامیلاشون رو بدون حضور
در محل کار، یارو اصلا نمیمد کار، اصلا نمیدونست کجا از شهرداری منطقه فلان مثلا. اینا رو بردن تو لیست استخدامی، براشون حقوق زدن. بعد زاکانی که شد شهردار، رفت خانه این مدهان، گفت نقش اجتماعی اینجا رو باید تقویت کنیم، نقش اجتماعیش. غیر از پولایی که شهرداری میده، سالی 9 میلیارد تومان به اسم این محل دولت بودجه میده به اینجا، به همین خانه مدهان. حالا هرچند که اینجا به گفته خودشون، خود مدده ها شده پاتوق پیر پاتالای مدده که این پولا رو مفت مفت خرج کنن برای اینکه یه عده گرسنه رو هم جذب کنن، یه بخششو اندکیشو نون و عدس میخرن پخش میکنن. برنامه هفتگی خانه مدهان حذف شد و تمام برنامه ها رو در حد یک برنامه هفتگی تقلیل دادن که آن هم با آش و عدس جمعیت جمع می شود، آش و عدسی منظور است. چه تعداد از هزار نفری که آمار داده می شود در جلسات هفتگی حضور داشتند، مداح بودند. در این چند سال کدام مداح تربیت شده است که جایی اگر خان بگوییم تربیت شده خانه مداحان است؟ یعنی چی؟ من این قضیه طلب اهمیتی هم ظاهرا نداره، ولی اشاره کردم که عرض کنم این کارا با مرکزیت دادن و تربیت دستوری آقا جان نمیشه دیگه. نوحه و روزه و مرثیه اعتقادی نیست، باید زیر عبای رهبر حکومت تربیت بشن، مثل کریمی و ارزی و سازبر و امثال هم هفتیر کشا و لات و لوت های بیچاک دهن، اینا نوچه پرورا و بقیه مده ها. اگه رابطه ای با بعضی هیئت ها و روزخونات دارن، دومشون باید به روابطشون وصل بشه تا اونجا و اونجا مدهایی کنن و یه پولی بگیرن، پاکتشون رو بگیرن. حالا تا حکومت اسلامی هست اینا هم هستن دیگه، دندون تیز نکنم برای بعد. شرایطو داریم میبینیم، روحیه جامعه رو داریم میبینیم، جوانا رو هم داریم میبینیم. بعد از این حکومت مدهایی فوت، و این تازه در شرایطی است که حکومت نیاز داره به این مداها. اگر یکی از ابزارهای حکومت برای سوء استفاده از مذهب پول هنگفتی است که داره و خرج حسینی و امام و امامزاده میکنه، یکی دیگه از ابزارهاش تبدیل کردن هیئت‌های عزاداری و سینه‌زنی به دیسکوه برای جذب جوونا، نوجوونا، به حساب خودش خالی کردن انرژی جوونا تو این هیئت‌ها و سینه‌زنی‌ها، مخصوصا بعد از جنبش انقلابی 1401 که جنبش انقلابی جوانای کف خیابون بود. این خیلی برای حکومت مهمه. حالا اگر یه سری حضرات سنتی، حتی سنتی هم ولی وصلن به حکومت، مثل از آیت الله نوری همدانی فرمودن که عده‌ای به دنبال سکولار شدن مجالس محرم هستند، خب اینا سیاست حالیشون نیست. امروز پذیرش مذهب در بین مردم و به ویژه جوانان رایج نیست و حتی برعکس، از دین بریدگی و مذهب زدگی است. بنابراین سعیمون بکنیم، شاید کارمون با آهنگای 6 و 8 و دیمبال و دنبال تو سینه زنیا و مجالس مثلا عزاداری و مداحی بگیره. حضرت مجتبا حسین خیلی کرم داری، داریم حسین حسین کس خانم حسین حسین کس خانم وقفه کس خانم جونم حسین بار جمعونی. امسال مخصوصا در این دو حوزه خیلی سرمایه گذاری میکنه حکومت. از یه طرف جذب از طریق دیسکوهای هیئتی و گسترش غذای نظری به خاطر فقر و کم غذایی مردم، از طرف دیگه ترسوندن مردم معتقد به از عذاب آخرت که مبادا محرم امسال بی رونق بشه، نکنه نظر ندین یا بی اعتقاد شده باشین دیگه نظرتون رو ادا نکنین. مخصوصا که دست مردم خیر هم که هر سال نظری میدادن سال به سال تنگتر میشه و سفره های نظری کوچیک و کوچیکتر میشه. خب
بدیهی است آخونده احساس خطر کردن از اینکه دیگه مردم به هیئت‌های عزاداری کمک نکنن، هیئت‌ها رو خالی بذارن، خودشون نظر ندن، یعنی دیگه اعتقادی نداشته باشن. هرچند که من نمیخوام درباره اعتقادات اصلا صحبت کنم، هرچند که همچنان خیلی ها هستن که فکر میکنن که نظر، یه بار گفتیم من نظر میدم، نمیم نظر امام حسین میکنم، مثلا چه میدم چل تا چل کباب میدم فلان، این دیگه گفتی واجب شد بر تو و باید تا بیخش بری. اینو همه آخونده حکومتی میگن، من حتی نمیخوام میگم فقه میگه فلان میگه بهمان میگه، من کاری به اینا ندارم، ولی این واجب کردن رو خود انسان یعنی بر خودش واجب میکنه. خب هستن همچنان به هر حال معتقد به نظر که حکومت میترسه که خودشون برن یه وقت نظرشون رو بین فقرا تقسیم کنن. حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی در پاسخ به این شبهه که نظری های عزاداری خرج فقرا شود اظهار داشت، عزاداری برای حضرت سید شهدا در واقع عزاداری برای امامی است که به شهادت رسیده، امامت از اصول دین ماست و هزینه کردن برای دین واجب است. این که میگویند پول نظری عزاداری را خرج فقرا کنید یک سخن شیطانی است که نمیخواهد مردم به کشتی نجات امام حسین علیه السلام سوار شوند. داستان همین است، از رونق نباید بیفته این سفینه نجات که بهش میگن اطعام بر سید شهدا تو هیئت ها و سینه زنی ها. حتی حق نداری پول غذا یا گوشت و برنجی که نذر کردی رو بدی به فقرا، حرام، ترک واجبه. چون نذر سید شهدا کردی باید فقط برای عزاداری سید الشهدا باشه. باید غذا رو بپزه در ظرف های یک بار مصرف و اطعام کند برای سید الشهدا طبق نظری که کرده است. پس امکان عمل به نظر وجود داره. یک، ترک نکند، دو، تغییرم نده. یعنی اینجور نیستش که بگه خب حالا من به جای این اطعام این پول رو میدم جای دیگه مصرف بشه، این پول رو میدم برای مثلا کمک به فقرا. خیر، کمک به فقرا جای خودش رو داره، اطعام و عمل به نظرم جای خودش رو داره. بله، یکی دیگه از اهداف محرمانه حکومت رواج مرده پرستی است، وگرنه اسلام نابود میشه. به خاطر همین از ماه گذشته امسال اعلام کردن گذرنامه زیارتی میدیم برای عراق، 5 ساله ارزون مفت. فکر اربعین رو کردن از پیش که یه وقت از رونق نیفته. گذرنامه زیارتی 5 ساله با 1/8 قیمت، شروع 40 امسال تا 40 5 سال دیگه. هیچ مذهبی در هیچ زمانی از تاریخ با کسایی که مقدسن در اون مذهب و مردن اینطور که جمهوری اسلامی رفتار میکنه و به مردم همین رفتار رو تحمیل میکنه رفتار نکرده. حالا شیعه اینجوریه هرچی، ولی حکومت، قدرت حکومتی، پول حکومتی، سازماندهی حکومتی، اینا خیلی فرق میکنه در شرایطی که حکومت دینی و مذهبی نیست. وقتی قبر امام حسین و بقیه امام ها مقدس شمرده میشه، قدر جانشین هاشون، کسایی که بهشون میگن امام یا نایب امام، هم مقدس شمرده میشه. علم الهدا نماینده حضرت امام خامنه ای در خراسان به صراحت میگوید از آنجایی که مقام معظم رهبری امام است، ائمه جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر هستند. وقتی بمیرن چی؟ قبرشون میشه زیارت کن، مثل همه امام ها و امامزاده ها. دیگه جلو چشمون داریم میبینیم دیگه، دیگه اینا رو فقط ملا منباقر مجلسی تو الیت المتقین و امثال هم ننوشتن که داریم میبینیم.
چه خرجایی هم میکنن برای بقو و بارگاه ابدیشون. این آیت الله برای شیعه معتقد به حکومت آل علی مقدس شمرده میشه و هر کاری میکنه، هم یه علم الهدا رو میگم، هر کاری میکنه اند ثوابه، حتی اگر موقوفه 1000 هکتاری گوهرشاد مشهد رو بالا بکشه، میاد میگه حقمه چون منم. وحید اشتری روزنامه‌نگار عدالت‌خواه چند روز پیش یه سندی در توییتر منتشر کرد و نوشت تولیت موقوفه را حالا با هر شرایطی اوقاف به آقای علم الهدا داده است. بعد آقای علم الهدا با وکالتنامه اداره موقوفه را به اوقاف سپرده و ماهانه درصدش را میگیرد. چند درصد؟ 10%. از چی 10% میگیره؟ سال 96 با نظر اداره تحقیق اوقاف خراسان یکی از بزرگترین موقوفات مشهد با آقای علم الهدا واگذار شد. برای فهم عظمت این موقوفه واگذار شده یعنی گوهرشاد، فقط بدانید که بیش از 1000 هکتار زمین در مشهد دارد و فقط در چناران 57,000 رغبه سند دارد. یعنی از 57,000 زمینی که سند داره قاعدتا باید اجاره بگیره دیگه. ما چقدر میره تو جیب قبای نماینده رهبر در خراسان؟ حالا بحث 90% بقیهش نیست به قول وحید اشتری که کجا میره. اون از جمله چیزایی است که همین 10% که میره تو جیب علم الهدا رو داره میگه. اون 90% بقیه چیزایی است که تحقیق و تفحص مجلس از اوقاف باید در بیاره. بعد اینو که وحید اشتری همین چند روز پیش افشا کرد، بلا فاصله علم الهدا اومد جواب داد، گفت من سید و اولاد پیغمبرم و تنها کسی هم که میتونه اینجا بهش این املاک واگذار بشه. البته ایشون فرمودن که نگین واگذاری، بگین متولیش منم. متولی موقوفات گوهرشاد موقوفه خاص طبق متن وقفنامه یکی از سادات صلحای شهر مشهد تعیین شده است، لذا به تشخیص مراجع قانونی این جایگاه در آیت الله علم الهدا احراز شد و نامه مورد اشاره اداره کل اوقاف خراسان در مقام بیان این صلاحیت است. بنابراین اینکه بگوییم موقوفات گوهرشاد با آیت الله علم الهدا واگذار شده سخن اشتباه است. دقیق آن است که متولی شرعی و قانونی این موقوفات آیت الله علم الهدا است. چرا؟ چرا تو؟ چرا هیچکی دیگه نه؟ حالا فارغ از غیر شرعی بودن یا نبودن و ممنوع بودن یا نبودن این واگذاری، چرا به نام تو باید بشه؟ تو خودش گفت دیگه، متولی موقوفات گوهرشاد یکی از سادات صلحای شهر مشهد است، به تشخیص مراجع قانونی این جایگاه در آیت الله علم الهدا احراز شده است. اینجوریه دیگه که اینا میشن نایب امام، یعنی امامشون که خامنه‌ایه امام عصرشون، اینا میشن نایب امام و قبرشون هم میشه امامزاده و فردا دخیل هم بهش میبندن. قبر امام خمینیشون که این حکومت و بنیاد گذاشت میشه مجللترین قبر یک رهبر سیاسی و مذهبی در جهان و یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی. بعد ذریح 14 معصوم که 13 تاشون تو عراق و عربستانن و چه میدونم شاید سوریه، تو ایران ساخته میشه با پول کی؟ ذریح جدید حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام
به زودی به سامرا منتقل می شود. این ضریح پس از حمله تروریست ها به بارگاه ملکوتی امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام در مدت 4 سال به دست هنرمندان ایرانی در قم ساخته شده است. علاوه بر ضریح 4 صندوق خاتمکاری، 4 در طلایی و 12 در میناکاری شده و 1000 متر مربع فرش حاصل هنر ایرانیان عاشق اهل بیت آماده انتقال به سامر راست. 4 در طلایی، 12 در میناکاری شده، 1000 متر مربع فرش. گنبد حرمین امامین عسکری این که در بین گنبدهای اماکن مقدس در جهان اسلام عنوان بزرگترین را به لحاظ ابعاد به خود اختصاص داده، 1200 متر مربع مساحت دارد فقط گنبدها، که برای ساخت آن بیش از 26,000 خشت طلا به کار رفته است. ضریح امام حسین یادتونه که 5 سال طول کشید، 4.5 سال طول کشید تو قم ساختن، بعد شهر به شهر بردن گردوندن و بردن، سال 91 بردن کربلا. در ساخت ضریح جدید که بیش از 12 تن وزن دارد، 6050 کیلو چوب ساج تهیه شده از جنگل‌های برمه، 4600 کیلو نقره، 700 کیلو مس، 450 کیلو استیل، 100 کیلو آهن و 118 کیلو و 650 گرم طلا به کار رفته است. بالای 118 کیلو. هر کدوم از این اقلام ضریح سید شهدا علیه السلام خرج سالانه چند صد هزار خونوار رو جواب میده. افزایش 21% حقوق کارگران در حالی است که امسال که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران 63% اعلام شده رسما، و محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید خط فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده و در شهرستان ها نیز با اختلاف 20% حدود 24 میلیون تومان است، بنابراین یک خانواده با 2 شاغل هم نمیتواند از پس هزینه های حداقل زندگی برآید. پدر مادر هر دو کار بکنن نمیتونن از پس زندگی، خودشون میگن. وقت اون خرجا رو اونجوری میکنی، آخه چی بگم من به شما؟ عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید حقوق بگیر و کارمند اگر تمام درآمد خود را پسنداز کند میتواند پس از 40 سال خانه‌دار شود، اما با توجه به اینکه 1/3 درآمد خود را میتواند برای خرید مسکن پسنداز کند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از 90 سال میرسد. اگر بتونن 1/3 درآمد پسنداز کنن، کی میتونه پسنداز کنه؟ اونم 1/3 درآمدش، کدوم خانواده تو که میگه اصلا دوتایی هم کار بکنن نمیتونن از پس خرج حداقل یه زندگی در بر بیان. حالا گیریم بتونن حقوق بگیره، همین چی که ایشون فرمودن پسنداز کنن. ببخشید که میگم گیریم بگیریم که چون این چیزی ممکن است، این از فوش هم بدتره به حقوق بگیرا که آقا میتونی پس انداز کنی. خب گیریم که بکنن، میگه 90 سال باید طول بکشه تا یه آپارتمان کوچولو بتونن مثلا بخرن دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید اولا 2 برابر عمر احمد جنتی داداش نوح پیغمبر رو داشته باشن تا وقتی خونه دار میشن یا چند سالی بدون اجاره دادن زندگی کنن دیگه. بعد از اینکه این گزارش 90 سال طول میکشه که مستاجر صاحبخونه بشه منتشر شد، 2 روز بعدش خبرگزاری سپاه فارس قصه مفصلی منتشر کرد به صورت گزارش از توسل به مسلم ابن عقیل برای خونه دار شدن. من باید اینو براتون بخشش رو بخونم تا ببینید از واقعیت به پررویی و واقعا وقاحت چقدر راهه. مسلم که فرستاده حسین ابن علی بود به کوفه، طعم غریبی را خوب چشیده. اینکه یک شهر برای ماندن از سرپناهی نداشته باشد، در هیچ خانه‌ای به رویت گشاده نشود و آسمان شهر سقف منزلگاهت باشد، گوشه‌ای از قربت و روضه
مسلم است. اما سفیر امام حسین معروف است با آنکه نمیگذارد هیچ غریبی بی سرپناه بماند، اصلا معروف است با آنکه نگاه ویژه تری به مستأجران دارد. آنها که همیشه دلهوره سقف بالای سرشان را دارند و گاه نه حریف صاحب خانه می شوند و نه حریف قیمت ها، توسل می کنند به غریب کوفه و خانه‌دار می شوند. شرایط توسل به حضرت مسلم برای خانه‌دار شدن، اگه میتونیم یه بار دیگه اونو نشون بدیم که الان نشون دادیم، خواهش میکنم. حجت الاسلام مرحوم سید محمد مهدی طباطبایی شیرازی نسخه‌ای برای مستأجران دارد که درمانش به دست حضرت مسلم انجام میشود، نسخه‌ای که باید به نیت خانه‌دار شدن 7 روزه مسلم ابن عقیل در خانه‌ای که مستأجر هستید برگزار کنید. یعنی همین که گفتم روزه بذارین که بساط ما رونق بگیره. خب پس یه شرط، 7 روزه مسلم ابن عقیل در خانه این که مستأجر هستید برگزار کنید. البته باید یکی از روزه ها را نگه دارید و در خانه خودتان بخوانید وقتی که خونه دار شدیم. اینم میگن که یارو خرش بکنه. حتما قرار نیست مجلس بزرگی بپا کنید. اگر شرایطش را دارید یک مجلس ساده با چند مهمان در خانه‌تان برگزار کنید. اما اگر هم نشد یک روزه خانوادگی بگیرید یا خودتان روزه بخوانید و یا مداحی را دعوت کنید. یعنی به هر حال روزه خونی را بذارین تا رونق تبلیغات حکومتی اضافه بشه. حیدر فیضی مدیر کاروان عتبات است و چند سالی می شود که این نسخه حجت الاسلام طباطبایی را به زائران بارگاه جناب مسلم پیشنهاد می کند. هر کی میره بارگاه جناب مسلم قبرش رو زیارت بکنه، این کاروانی که میره میگه این کارو بکنین، همین که الان من خوندم. هر بار که قرار است مسافری را به مسجد کوفه برساند، کنار فضیلت‌های جناب مسلم از این نذر خانه‌دار شدن هم برایشان می‌گوید. بارها هم آثار و نتایجش را به چشم دیده. می‌گوید نمونه، زوج جوانی همراه ما و همسفر ما در کربلا بودند. در مسجد کوفه وقتی من این نذر را مطرح کردم با شک و تردید پرسیدند ما مستأجریم، یعنی واقعا با این نذر صاحب‌خونه می‌شیم؟ جواب دادم یکی از شرایط استجابت دعا یقین است. توسل کنید به حضرت مسلم، 7 شب روزه بگیرید، زیانی که ندارد. البته باید 6 شب گفته باشه چون گفت 7 میره تو خونتون بگیر. زیانی که ندارد. چند ماه بعد بود که همین زن و شوهر جوان تماس گرفتند و خبر خانه‌دار شدنشان را اول به من دادند. گفتند ما خانه‌دار شدیم، یک خونه نقلی و کوچک. آقا جان این قصه ها برای مردم خونه نمیشه، این پولا رو خرج طلاکاری قبر 14 معصوم تو کشورهای دیگه میکنین، بدین به صندوقای اعتباری ورشکسته که به این مردم بدهکارن و بدبختشون کردن، بدین برای خرید اقلام ضروری زندگی، خوراک و پوشاک مردم، بدین برای ساختن مسکن و مدرسه برای مردم، بدین برای جلوگیری از ورشکستگی کارخونه ها و اخراج کارگرها و بیکار شدن مردم، برای ایجاد اشتغال برای این مردم. چی میگم من؟ یکی دو تا ویدیو ببینین تا اونایی که هنوز همه وجدانشون به کلی از بین نرفته زیر نعله این آخونده شاید یادشون بیاد که اطرافشون چه خبره. ببینین اینجا بلوچستانه، همین تیر ماه 1402 آب و نونه دارن میخورن، آب و نونه که دارن میخورن اینا. این مادر ایشون همیشه ورگ همیشه الله به همیشه همی گندیا همی گندیا همی مرا الله همی وطی نصیبا کتا بای بیماری بای مردم دست پاد که سلام دی دوگنه موچین ها این دوستا اینا شو چی ها گراغی گراغی دوستا گراغی فقر و تبعیض و مرگ فقط تو بلوچستان نیست، همه جای مملکتی که جمهوری اسلامی ساخته همینه. تو پایتختش بیشتر به چشم میاد چون تبعیض بیشتره، پولدارا بیشترن. یه سر بریم اسلام شهر. والا هیچ شغلی که نداری. پس چی درآمدت چیه؟ درآمد کنه فروشی، آجر جمع کردن، زای آجر جمع کردن.
کنه فروشی هم دیروز هفته گذشته رفتم خیابان خلزیر. چقدر آورده باشم خوبی؟ دو هزار تومن؟ به خدا مشتجرم چگه بخوام، مشتجرم نمیرسه، بیکارم. الان 40 سال تو کوره کار میکردم، الان نه بیمه نه بازنشست شدم، الان کارم که ندارم، بیکارم. نه کوره بازخونه بیش کار دادن، کار کرده چیز انا همین که ما موندم، هیچی هم ندارم، خالی برگشتیم بیمه فرمشون داری از زن بچه دارم از بچه 6 تا. کسی که مسئول داره، کسی که سرپرسته، من چیکار باید کنم؟ بذارین یه مقایسه بکنیم به بودجه پارسال و امسال نهادهای حکومتی که برای همین دین و مذهب خرج میشه، نه برای مردم. بعد میخوام نتیجه گیری کنم. سهم نهادهای خاص در لایحه بودجه 1401 چقدر است؟ یکی از بندهای بودجه 1401 مربوط به حوزه علمیه است. حوزه های علمیه بودجه در نظر گرفته شده برای حوزه های علمیه بیش از 4694 میلیارد تومان است. بودجه راهپیمایی 40 نزدیک به 200 میلیارد تومان است، در حالی که همه ساله شهرداری تهران هم جداگانه در این بخش هزینه می کند. ترکیب بودجه وزارت علوم مهم است، به عنوان نهاد متولی توسعه دانش 67 میلیارد تومان از مجموع 38 هزار میلیارد تومان بودجه این کشور، این وزارتخانه باید صرف حمایت از برنامه‌های بسیج اساتید شود. 317 میلیارد از بودجه این وزارتخانه به اجرای امور دینی و توانمندسازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی در دانشگاه اختصاص یافته، 16 میلیارد به پژوهش‌های دینی، 2 میلیارد به توسعه علوم انسانی. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای فعالیت‌های قرآنی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و بسیج محلات 40 میلیارد بودجه دریافت کرده. مجموع بودجه اختصاص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 5000 میلیارد تومان بوده که از این بودجه 210 میلیارد برای حمایت از امور طلاب و روحانیون، امورشون، 98 میلیارد برای فعالیت‌های فرهنگی برون مرزی، 15 میلیارد برای اصلاح سبک زندگی برای با رویکرد اسلامی، 186 میلیارد برای بسیج محلات. همین لطو لطو. سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه امسال 1500 میلیارد تومان بوده که به معنی افزایش 75% بودجه سازمان تبلیغات اسلامی است. این پولا رو از کجا تامین میکنن؟ میدن با آخونده برای تبلیغ تشیعشون؟ از مردم مستقیم. در بودجه سال آینده درآمدها حدود، یعنی سال 1401 حالا 1402 رو میگم، درآمدهای دولت حدود 664 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از آن 532 هزار میلیارد تومان مالیات است. خب این همه بودجه اختصاص دادن، این همه هزینه کردن تا خون سید شهدا رو زنده نگه دارن، تازه نگه دارن، چند ماه بعدش چی شد؟ خون مهسا امینی، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو زنده کرد، باعث شد که علیه وضع مادی و معنوی موجود بود، علیه فقر و بیکاری و اجبار دین و مذهب بود. امروز هم میبینیم که آمار میدن که از 75 هزار مسجد با این همه بودجه ای که دادن، خودشون من تو برنامه دو هفته پیش گفتم از 75 هزار مسجد کشور 50 هزار مسجد درش بسته است. اصلا پس اگر در همین حد محدودم دسته‌های سینه زنی هست و مراسم محرم هست، اولا سازماندهی حکومتی است با خرج میلیاردها تومان پول، ثانیا حضور مردم غیر حکومتی در این مراسم اگر باشد اساسا برای خوردن نظری است. این حاصل جمع وضع مادی و معنوی کنونی مردم ایران و جامعه ایران و جمهوری اسلامی است. امسال که وضع زندگی مردم چندین برابر خرابتر از پارساله، بودجه نهادهای مذهبی حکومت چندین برابر شده. فقط بودجه خدمات و حوزه‌های علمیه بیش از 6400 میلیارد تومنه. در میان این 25 دستگاه و نهاد مشغول به فعالیت تبلیغی و مذهبی، بیشترین اعتبار رو، بیشترین پول و مؤسسه مصباح یزدی گرفته، خودش مرده. رشد 327% داره بودجه‌ای که گرفته، بیش از 4 برابر نسبت به پارسال. مرکز خدمات و حوزه‌های علمیه رشد 128%، گفتم 6402 میلیارد تومان. ستاد اقامه نماز
با بودجه 36 میلیارد دریافتیش از دولت 76% نسبت به پارسال رشد کرده. بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سال قبل 125% رشد داره امسال نسبت به پارسال و و و بعد حوزه هایی که به زندگی مردم مربوط میشه چقدر بهش اضافه شده امسال با توجه به رشد تورم وحشتناک؟ هیچی، کم هم شده. مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های وابسته بدون بیمه سلامت وابسته به بهداشت کشور کاهش 3% را نسبت به قانون نشان می‌دهد و ردیف اعتباری انستو پاستور ایران، سازمان انتقال خون و سازمان اورژانس کشور به ترتیب با کاهش 50%، 28% و 5% مواجه شدند. دیگه مقایسه کردیم دیگه من توضیح نیست، وقتم نیست توضیح بدم دیگه. فقط اینو بگم که امسال چقدر از خرج دولت مستقیم از سفره مردم برمیدارن که بدن به اونا و از بهداشت و تحقیقات بهداشت درمانی هم کم بکنن. بر اساس لایحه بودجه 1402 درآمدهای عمومی دولت نسبت به سال 1401 40% افزایش داشته درآمدش و رسیده به 978 هزار میلیارد تومان. مجموع درآمدهای مالیاتیش نزدیک 839 هزار میلیارد تومنه که به این ترتیب سهم مالیات از درآمدهای دولت در سال 1402 72% خواهد بود. یه تصویری دستتون اومد دیگه که این مالیات مستقیمی که از مردم میگیره دولت چقدرشو خرج زنده نگه داشتن خودش میکنه، این حکومت چقدرشو خرج زندگی مردم میکنه. محاسبه حکومت با این بودجه بندی ها برای امسال چیزی نیست جز تحکیم حکومتش. محاسبه ای که بچه مدرسه‌ای هم میتونه از بنیاد غلط از آب در میاد. سال 1401 هم دیدیم که تمام محاسبات این ریختیش از بنیاد غلط در اومد. اسباب گودال که رسیدن وایستادن، نرفتن رو بدن ابی عبدالله. سماشون به زمین کشیده شد، خوردن زمین اسبا، حاضر نشدن قدم رو بدن امام حسین بذارن. اسبا را عوض کردن، اسبای دیگه سوار شدن. اون اسبا هم نرفتن بر بدن حضرت نتاختن. چند بار اسب عوض کردن نشد. عمر سعد گفت چاره ای نیست. عبیدالله زیاد گفته من ینتدب الحسین، باید حتما بر بدنش بتازیم. اون اجنه‌ای که در کربلا حاضر بودن گفتن 10 تا جن شیطان که بهشون آل میگوین، آل اجنه شیاطین رو بهش میگن آل، 10 تا جن شیطان به شکل اسب در آمدن. سم هم نداشتن چون تازه شده بودن اسب، یعنی سم داشتن نعل نداشتن، برای همین بردن اینا رو نعل تازه کوبیدن و الا نعلای خودشون رو تازه کوبیده بودن، آماده کرده بودن اسبای خودشون رو وقتی میخواستن بیارن کربلا. این 10 تا جن که آل بودن به شکل اسب در آمدن، نعل نداشتن، بردن به اینا نعل کوبیدن. سوار بر این شیاطین جنی که به شکل اسب در آمده بودن شدن، اون وقت اونا رو بدن ابی عبدالله تاخت. قبر امام حسین رو میخواستن به خیش ببندن، شوخ بزنن، گاوا رو میزدن، پا رو قبر ابی عبدالله نمیگذاشتن. شب و روزگار خوش.